خب یک بخش دیگر از تجربه زنان رو در مواجهه با گشت ارشاد و نظام حجاب اجباری می‌بینیم و می‌شنویم. من هم توسط گشت ارشاد بارها و بارها توی ایران دستگیر شدم. من رو با مشت و لگد زدن، کلم رو به درب ون گشت ارشاد زدن، من رو به وزرا بردن. من هم تحقیر و کتک هایی که به خواهرانم می زدن، فوش هایی که بهشون می دادن رو دیدم و تجربهش کردم. 9 سالم بود در دوره ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی. با یک عزیزی در کنار خیابون منتظر تاکسی ایستاده بودیم و یه خانومی که اون موقع در مشهد بهشون ما میگفتیم خانومهای ارگی، یعنی خانومهایی بودن که مال اون منطقه مود اون زمان مشهد خیابون ارگ یا خیابون جنت بودن و در اونجا اون تیپها رو شما بیشتر میدیدی. یعنی وقتی شما یه خانوم مرتبی رو میدیدی که شیک پوش هست، اونجا بهش میگفتم مثل خانومهای ارگی میمونه، یعنی خانومهایی که میرن اونجا و خرید میکنن. به همراه پدرم، مادرم و برادرم، خانواده کوچیک خودمون برای یک سفر در تابستان زیبا به یکی از شهرهای زیبای شمال ایران رفته بودیم. ما در اون سفر کنار جنگل سیسنگان توقف کردیم، ماشین رو جای مناسب پارک کردیم، داخل جنگل رفتیم که بتونیم یک عکس خانوادگی بندازیم، زمین که از هوا و فضا و زیبایی جنگل استفاده بکنیم. من از کودکی عاشق جنگل‌های سیسنگان بودم. ما وقتی که در اون جنگل بودیم و داشتیم یه جای مناسبی رو پیدا می‌کردیم که عکس بگیریم، من دلم خواست که عکس تکیه‌ام با پدرم داشته باشم. روسری‌مو از سرم برداشتم، پدرم دستش رو انداخت در شونه‌های من و ما می‌خواستیم این عکس رو ثبت کنیم. همون لحظه متوجه شدیم که یک فردی با لباس کمیته‌ای که ما بهش موقع کمیته می‌گفتیم، با لباس کمیته‌ای وارد شد، به سمت ما اومد، در واقع داخل جنگل بود. این خانم این شلوار پاش بود و یه مانتوی تنش بود و یه روسری هم از پشت سر بسته بود. یک مرتبه گشت رسید. این خانم از دور دید گشت داره میاد. روسریشو کشید جلو و شلوارشو داد پایین. گشت اومد رد شد. من هنوز نگاه اون شخصی رو که بغل راننده جای شوفر نشسته بود یادم میاد. گشت ها اون موقع پاترول بودن، یعنی ون نبودن. گشت رسید و از اون منطقه رد شد و یه نگاهی به این خانم انداخت و بعد که رفت. ما هممون منتظر تاکسی و این خانم هم گویا منتظر اتوبوس حالا تا بیاد. من یک مرتبه دیدم که گشت دوباره دنده عقب کرد و برگشت. جلوی پای این خانم یه مرتبه نگه داشت. این خانم و دوتا خانم و یه دونه آقا پیاده شدن، ایشون رو به زور کردن توی اون ماشین پاترول. یه چند دقیقه گذشت و بعد صدای جیغ این خانم اومد و این خانم رو یه حالت نیمه حالی به سمت بیرون هلش دادن که این خانم خودش رو گرفت که نخوره زمین. اولین تجربه من از گشت ارشاد برمیگرده به زمانی که یه دانشجو 19 ساله بودم و در فرودگاه مهرآباد به خاطر داشتن مانتوی جلو باز دستگیر شدم. اونجا از طرف یکی از زنان کمیته‌ای که اونجا بودن مورد زشت‌ترین الفاظ و تهمت‌های جنسی قرار گرفتم. متهم شدم که به محیط فرودگاه میرم برای اینکه مسافرین رو، مردان مسافر رو فریب بدم. اون زمان حتی معنی سخنان اون خانم رو نمیفهمیدم و متوجه نبودم چه تهمت‌های جنسی داره به من میزنه. زمانی که خبر به کما رفتن ژینا امینی رو شنیدم، همون شب اول میتونستم حدس بزنم که چه اتفاقی برای ژینا تو ساختمون وزرا افتاده. منو از پدرم جدا کرد، متوقفمون کرد، نذاشت که ما عکس خانوادگیمون رو برداریم. از پدرم پرسیده بود که با این دختر جوان چه نسبتی داره، از من پرسیده بود که من با پدرم چه نسبتی دارم. رابطه پدر و دختری بود. تذکر دادن که ما اجازه نداریم بدون حجاب حتی عکس خانوادگی داشته باشیم. اون روز اون بعد از ظهر با استراب خیلی شدیدی همراه بود. اون خاطره هرگز از ذهن من پاک نشده. با من یک دختر نوجوان، من روز نتونستم در اون سفر خانوادگی با پدرم یک عکس یادگاری داشته باشم که در آلبوم خانوادگی بذارم. و یادمه که تمام طول اون سفر چند روزه ما به شمال ایران یک بخشیش مخدوش شده با اون استرس و تنشی بود که اون کمیته‌ای، مرد کمیته‌ای جوان با اون لباس تیره سبز ترسناکی که برای ما داشت، مخصوصا در کودکی و نوجوانی اثر گذاشته بود توی اون سفر. ما نمیتونستیم از اون خاطره جدا بشیم.
خانم کنار جدول نشست. اون فردی که همراه من بود یه شیشه آبی در آورد از تو کیفش و ریخت تو لیوان و به این خانم داد و گفتش که خانم چی شد؟ چرا حالت بد شد؟ بعد از اینکه یه ذره حالش جا اومد و گفت دست من رو کردن توی کیسه‌ای و به زور نگه داشتن و تو اون کیسه یک حیواناتی، یه حشراتی راه می‌رفتن رو دست من مرتب و من می‌لرزیدم و جلوی دهن من رو اینا گرفته بودن که جیغ نزنم و بعد یک دفعه من دست اون خانم رو باز گرفتم و جیغ زدم و من رو پیاده کردم. خلاصه اینکه این کیسه های سوس که میگفتن زنای بد حجاب رو دستشون رو میکنن تو، دروغ نبود و حداقل یکیش من شاهدش بودم. وقتی که به خاطر اعتراض به حجاب اجباری روز دوم اسفند سال 96 بازداشت شدم، از لحظه ای که به ساختمون وزرا منو بردن مورد بدترین تهمت های جنسی، الفاظ و فحاشی های جنسی قرار گرفتم. حتی رئیس اون ساختمون در حالی که از وضو گرفتن برمیگشت بدترین تهمت های جنسی رو به من زد و زمانی که اعتراض کردم با صدای بلند به این همه رفتار زشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و دو ساعت بعد با صورت خونین و لب پاره و ورم کرده من رو به دادسرای 33 مقدس اوین بردن و روحانی که مسئول اون دادگاه بود بدون توجه به صورت ورم کرده و خونین من یک رو برای من از مقام والای زن ایرانی زیر سایه جمهوری اسلامی میگفت، در حالی که از زمانی که نیروهای گشت ارشاد دستگیرت میکنن و به ساختمون وزرا میبرن تنها چیزی که زنان تجربه میکنن تحقیر، توهین و تهمت‌های جنسی هستش. نهایت خشونت رو به کار میبرن برای اینکه بتونن زنان ایرانی رو بشکنن و تحقیر کنن. ما زنان ایرانی، ما جوانان ایرانی، ما مردان ایرانی به یک آگاهی رسیدیم و الان چشم افراسیاب شما هستیم، ما پاشنه آشیل شما هستیم، ما مطالباتی داریم که شما هرگز نمیتونید بهش پاسخ بدین و من میدونم که این بار شما به وسیله زنان ایرانی، به وسیله مردان ایرانی که همراه شدن با زنان سقوط میکنید و نه تنها شما که حکومت‌های اسلامی و دیکتاتوری که در خاورمیانه و در آسیای میانه و شاید در دنیا هستن، اونها هم با شما سقوط خواهند کرد و این فریادیه که دیگه نمیشه خفش کرد.